اون تو دفتر منتظرتونه. خانمم. بله. بشه. سلام عزیزم. حالا چطوره؟ چطور به این زودی برگشتی؟ قرار بود چند روز دیگه. ببندست زن. خب مثل اینکه از مسافرت بی موقع برگشتم نه؟ شاید دلت میخواست اصلا برنگردم تا از هماغوشی با یه زن هرزه لذت بیشتری ببری. چی داری میگی زن؟ خودت بهتر میدونی. الان چند ساله که تو شوهر منی؟ چند ساله توی خونه زیر یه سقف با هم زندگی میکنی؟ و تو توی این مدت حتی یه بار دست منو لمس نکردی. و اون وقت یه شب که تو خونم نبودم با یه زن غریبه که من از روی ترحم و دلسوزی مثل یه کلفت ازش نگهداری میکنم همبسته شدی. آخه تو وجود اون زن هرزه بی سر و پا چی دیگه؟ بسته دیگه. اون زن هرزه نیست، اون زن بی سر و پا نیست. بفهم چی داری میگی. تو از هیچ چی خبر نداری و بی جهت بزنی که گناهی مرتکب نشده تهمت میزنی. اون زن منه. چی گفتی؟ اون زن توه؟ بله، زن رسمی و قانونی منه. من و اون سالها پیش با عشق و علاقه با هم ازدواج کردیم و سعیدم پسر ماست. مریم میگفت که شوهرش مرده، توی یه تصادف ترن کشته شده. اینطور خیال میکرده. به همین جهت شب همون روزی که من از مسافرت اومدم اون خونه شما رو ترک کرد و رفت. من همون شب اونو پیداش کردم و تمام سرگذشت خودم و تو رو براش بازگو کردم. ولی اون به خاطر تو و به خاطر پدرت و به خاطر اینکه آبرو و حیثیت خانوادگی شما حفظ بشه دوباره به خونه شما برگشت. وای خدای من، پس من چقدر به این زن بد کردم، چقدر به اون توهین کردم. من باید ازش معذرت بخوام، باید رو دست پاش بیفتم که